بزرگ بزرگ گرامی هموطنان نهایت گرانقدر دوستان عزیز خواهران و برادران السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بسیار خوشحال هستم که در میان جمع با شکوهی از هموطنان عزیز خود این شب قرار دارم و این فرصت صحبت امروز شما بر من میسر شده خوشبختانه علاوه بر از اینکه امروزی صحبت به این جمع بزرگ از هموطنان ایران مایه ما برآورده شده در اینجا یک هدف انسانی و اخلاقی هم در پیاپی از این برنامه وجود دارد شما با حضورتان در اینجا در حقیقت از چند ارزش عمده حمایت کردید ارزش اول اینکه از ابتکار و رهبری فعالیت جوانانتان حمایت و استقبال نمودن اینکه نتایج کار و فعالیت از اونا بعدا چی می باشد این مسئله بعدی است ولی مسئله اساسی همین است که شما یک کار را انجام دادید یک قدم برداشتیم اما طور که ما یک گفته داریم که برکت در حرکت است شما یک حرکت را انجام دادید ارزش دومی است که حسن نیت و اراده نیک شما اینجا با هم به نمایش گذاشتیم حسن نیت همدردی و مهربانی و محبت در ذات خود ارزش های بسیار بالایی هستند یک بخش عمده شکوه و رنج انسان ها در جامعه و محبت مهربانی و همدردی مداوا می شود ارزش سوم نتایج عملی این ابتکار است که امروز در گشایش از اون همه شما شرکت داریم بدون شک زحمات دوستان و خصوص وقتی که با نیت نیک و پاک همراه هست هیچ گاهی به هدر نخواهد رفت و ثمره عملی این ابتکار ارزش دیگری است که من بس خواهد آمد البته به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ابتکار امروزی شما ارزش دیگری هم نهفته است که او عبارت از حمایت شما و حمایت از مجتمع تمام افغان ها در کشور ایالات متحده آمریکا می باشد دوستان گرامی یکی از مقاصد عمده سفارت افغانستان و یکی از وظایف عمده نمایندگی های دیپلماتیک در خارج از کشور حمایت از اعضای کشورشان می باشد که بر اساس قانون اساسی افغانستان و میثاق شهروندی افغانستان در قالب دو اصل عمده تعریف شده اصل اول اصل حقوق و اصل دوم اصل واجبات است باید واضح بسازم که زمانی که یک شخص از تابعیت کشور خود دست بر نداشته از قاعده حقوق و وجایب مستثنا نمی باشد لذا دوری شما از منحنتان بار مسئولیتتان را در قبال کشورتان کم نمی سازد به عباره دیگر افغانهایی که افغانستان را ترک گفتند نه تنها اینکه در قبال افغانستان مسئولیت اخلاقی دارند در قبال امتیاز شهروندی خود از حقوق و وجایب قانونی خود نیز بدخواه هستند چون میخواستم صحبت فشرده داشته باشم شرح این نکته را ذکر کردم و بقیش میذارم برای اینکه خود در مورد آن فکر کنید و بیاندیشید که چطور میتوانید بهتر و بیشتر به مملکت خود و به مردم خود خدمت کنید ولی هدف من به طور خلاصه و فشرده این است که تا به شما از حمایت سفارت افغانستان و از آن سفارت در محدوده امکانات خودمان اطمینان بدهم من از ابتکار امروزی جوانان ما استقبال میکنم از آنها حمایت میکنم و امیدوار هستم شاهد ابتکارات بیشتر
در کمیونیتی افغان ها در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و امنی هم باشد. اهمیت ظرفیت های مجتمع افغان ها مقیم ایالات متحده امریکا در نزد دولت افغانستان به حیث یک سرمایه استراتژیک مطرح است. ما به این اجتماع به دیده یک سرمایه ملی می نگریم و با وجود این اجتماع مجتمع مایه افتخار و اطمینان برای ما و مردم افغانستان است. می خواهم با استفاده از این فرصت چند تقاضای عمده ای را صمیمانه با شما مطرح سازم. اول اینکه توقع من از همه تان این است تا وحدت من را حفظ کنید. یک دست و یک بازو باشیم و ارتباطات در میانی ما را توسعه بدیم و تحکیم کنیم، چون وحدت یگانه ضامن بقای آبرومندانه این ملت افغانستان است. دوم اینکه در مرحله اساس که ما شما قرار داریم همه ظرفیت های خود را در راستای حمایت از دفاع از حقوق شهروندان بخصوص حقوق زنان، اطفال و اقشار محروم جامعه به کار بیندازیم تا به صدای خود را باید یک جا متحدانه با هم بلند کنیم. سوم اینکه از طریق ابتکارات همچو سازمان مهربانی با مردم خود در رابطه باشیم و با مردم خود که در از این مرحله بسیار دشوار میگذرند دست مهربانی پیش کنیم. من از متصدیان این برنامه در راستای در این راستا گام برداشتم و به هر سی خواسته که من مطرح کردم پاسخ دادن، یک بار دیگر اظهار سپاس می کنم و از همه دوستانی که با حضورشان در این برنامه را حمایت نموده اند نیز قلبا ممنون می باشم و برای همه از روی خداوند متعال استدعای موفقیت می دارم. موفق باشید. زنده باد افغانستان عزیز.